سرخط خبرها و مهمترین ها. درگیری در بلخاب آغاز شد. سازمان صحت جهانی به شر قربانیان زلزله در پکتیکا و خوست زنان و کودکان هستند. پیشبینی شکست امریکا در جنگ سرد جدید علیه روسیه و همچنان در پایان. امروز طالبان با مولای میدی یک جا مکمل شمال را در آتش جنگ می سوزاند با این کارشان. مشروع خبرها. منابع محلی گفتند که طالبان علی مولای میدی جنگ را آغاز کردند. با گزارش اسپوتنیک، مختار وفایی خبرنگار روزنامه اندپندنت فارسی گزارش داده است که جنگ در بلخاب علی مولای میدی آغاز شده است. سازمان صحت جهانی بیشتر قربانیان زلزله در پکتیکا و خوست زنان و کودکان هستند. یک روز پس از وقوع زمین لرزه مهیب در ولایات جنوب شرقی کشور، سازمان صحی جهان اعلام کرده است بیشتر زخمیان این حادثه طبیعی که در حال درمانند زنان و کودکان هستند. نمایندگی سازمان صحی جهان در افغانستان روز پنجشنبه دوم سرطان در توییت گفته است شفاخانه پکتیا از زخمیان رویداد زمین لرزه مراقبت میکند که بسیار از آنان زنان و کودکان هستند. سازمان صحی جهان میگوید که تیم‌های صحی اش در حال ارائه خدمات به زخمیان زمین لرزه در پکتیا و پکتیکا هستند. در نتیجه زمین لرزه در پکتیکا و خوست بیش از 1000 نفر جان خود را از دست داده است. یعقوب یسنا، طالبان پشتون فرماندهی جنگ بلخاب را به قاری فسیودین سپرده. میخواهند به دسیسه بین تاجک و هزاره دامن بزنند. حکومت های قومی همیشه نزاهای قومی را برنامه ریزی کردند، اما فسیودین از تاجک نمایندگی نمی کند. هزاره و تاجک در برابر توطئه رهبری طالبان هوشیار باشند. مختار وفایی، تا این لحظه که طالبان از 4 سمت به بلخاب نیروی جنگی سرازیر کرده و تمام راه‌های مواصلاتی را بستند، نزدیکان مولای میدی میگویند آغازگر جنگ نخواهند بود. 8 صبح کابل، استقرار نیروهای طالبان در آبکلان بلخاب، منابع از احتمال قریب الوقوع درگیری خبر می‌دهند. در ادامه نشر خبرها از تنش‌های اخیر میان طالبان و نیروهای وابسته به مولوی مهدی فرمانده هزاره تبار این گروه در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل، منابع می‌گویند که طالبان حدود 3000 نفر را برای جنگ در نزدیکی ولسوالی جابجا کردند. یک منبع نزدیک به مولای میدی روز پنجشنبه دوم جوزا به روزنامه 8 صبح میگویند که طالبان در 3 طرف ولسوالی بلخاب نیرو مستقر کردند. به گفته او بخشی از نیروها در منطقه آبکلان مستقر شده، تعداد از استقامت دره سوف به منطقه کلوله ساحه جا گرفته است و گروه سیم از طریق کوهستانات جا به جا شدند. او میافزاید که طالبان حدود 3000 نیرو را برای حمله به نیروهای مولای میدی آماده کردند. به گفته منبع، رهبری جنگ قریب الوقوع در بلخاب را ملا فاضل، معاون وزیر دفاع طالبان، قاری فسیح‌الدین رئیس ستاد ارتش طالبان و والیان این گروه برای فاریاب و جوزجان رهبری خواهند کرد و ممکن است جنگ امشب یا فردا آغاز شود. این منبع نزدیک به مولای میدی در مورد حضور جنگجویان داعش در صفوف طالبان اظهار بدلایی می کند. منبع می گوید که مولای میدی و نیروهایش آمادگی دفاع از خود را دارند. او می گوید مردم ناچار هستند برای دفاع از خود پیر و جوان به سنگر بروند. او در مورد مذاکرات میان طالبان و مولای میدی می گوید که اصلا مذاکره انجام نشده است، زیرا هیئتی که قرار بود تحت رهبری آیت الله واعظ‌زاده بهسودی و ترکیبی از شورای علمای اهل تشیع به بلخاب بیایند، با گذشت یک هفته تا هنوز حاضر نشده است حرکت کنند. این در حالی است که چندی به این سو در پای اختلافات میان طالبان و مولای مهدی نیروهای زیادی برای مقابله با این فرمانده پیشین طالبان به بلخاب اعزام شدند و مردم نگران درگیری‌های بیشتر هستند. پیشبینی شکست امریکا در جنگ سرد جدید علیه روسیه. جوزف، اقتصاددان معاصر امریکایی و برنده جایزه نوبل اقتصادی در سال 2001 میلادی، پیشبینی کرد که واشنگتن در جنگ سرد جدید علیه روسیه و چین شکست خواهد خورد. با گزارش اسپوتنیک، جوزف با پورتال گفت واشنگتن به یک جنگ سرد جدید علیه روسیه و چین تصمیم گرفت. اقتصاددان معاصر امریکایی پیشبینی کرد که اگر امریکا
یعنی مقامات نتوانند ابتدا نظم را حداقل در کشور خود برقرار کنند، ایالات متحده در این رویارویی شکست خواهد خورد. وی گفت به نظر می رسد که ایالات متحده در جنگ سرد جدید با روسیه و چین قرار دارد و اینکه رهبران ایالات متحده آن را به عنوان مبارزه بین دموکراسی و اقتدارگرایی به تصویر می کشند قابل قبول نیست. به ویژه در زمانی که همان رهبران فعالانه از ناقضان سیستماتیک حقوق بشر مانند عربستان سعودی طلب کمک کنند. چون این ریاکاری نشان می دهد که حداقل تا حد هژمونی جهانی نه ارزش ها در خطر است. این کارشناس معتقد است که اگر در رقابت با چین برای تسلط بر جهان امریکا نتواند نظم را در خانه خود برقرار کند، ایالات متحده هم چانس این را دارد که بازنده این جنگ سرد باشد و توضیح داد که سایر کشورها حاضر نخواهند بود از کشور پیروی کنند که مبانی اقتصادی اجتماعی و اساسی آن به طور فزایند نامشخص می شود. پیش از این الکسی پوشکوف عضو شورای فدراسیون روسیه درباره اظهارات یکی از مقامات ارشد دولت امریکا مبنی بر این که روسیه جدیدترین تهدید بر ناتو باقی مانده از اظهار نظر کرد. به گفته وی اکنون 30 سال است که جهان در درجه اول توسط خود اتحاد و همچنین کشورهای عضو آن تهدید شده است. ایالات متحده بودجه نظامی را 37 میلیارد دلار افزایش می‌دهد. کمیته خدمات مسلح مجلس نمایندگان امریکا از پیشنهاد افزایش 37 میلیارد دلاری هزینه های وزارت دفاع این کشور حمایت کرد. با گزارش اسپوتنی، کمیته خدمات مسلح مجلس نمایندگان امریکا پیشنویس بودجه دفاعی این کشور برای سال 2023 را اصلاح کرد و آن را 37 میلیارد دلار افزایش داد که شامل افزایش کمک نظام به اوکراین به 1 میلیارد دلار می شود. بر اساس اولین پیشنویس بودجه ارائه شده توسط کمیته در روز دوشنبه، هزینه کمک نظامی به اوکراین در سال مالی 2023 حدود 450 میلیون دلار برآورد شده است. بر اساس این سند به وزیر دفاع آمریکا را قادر می‌کند که بر روی ارائه پیشبینی در زمینه اطلاعات و امنیت از دولت اوکراین تمرکز داشته باشد. اصلاحیه 37 میلیارد دلاری قانون مجوز دفاع ملی سالانه امریکا NDAA با 42 رای موافق و 17 رای مخالف در کمیته خدمات مسلح مجلس نمایندگان تایید شد. پیشنویس بودجه دفاعی در مجلس نمایندگان امریکا روز دوشنبه 23 جون تصویب شد. این سند همچنین برنامه های مختلف را برای حمایت از متحدان واشنگتن در منطقه آسیا و اقیانوسیه و اروپا از جمله بودجه برای ابتکار اقیانوس آرام، ابتکار بازدارندگی اروپا و ابتکار امنیت بالتیک ارائه می کند. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهای من را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش.